گرفتاری کارمنده وزارت صحت عامه حین اخذ 80,000 دلار رشوه به نام خداوند بخشاینده مهربان. برای آگاهی از اخبار جدید روز چینل وان اسمارت را سابسکرایب نمایید. یک مسئول کلیدی گودام مرکزی وزارت صحت عامه به اتهام گرفتن 80,000 دلار رشوه بازداشت شد. ریاست عمومی سارنولی کنترل و مراقبت یک مسئول کلیدی و معتمد گودام مرکزی وزارت صحت عامه را به اتهام گرفتن 80,000 دلار به صورت بالفعل بازداشت کرده است. محمد نواب احمدزئی رئیس عمومی سارنولی کنترل و مراقبت در صحبت با روزنامه 8 صبح گفت این فرد روز سه‌شنبه 3 سرطان به صورت بالفعل هنگام گرفتن رشوت از مالک شرکت قراردادی ارزه کننده لباس های محافظتی بازداشت شده است. طبق معلومات احمدزئی، فرد بازداشت شده ابتدا 300,000 دلار رشوت مطالبه کرده بود، اما سرانجام به گرفتن 80,000 دلار قانع شده بود. احمدزئی افزود که سارنولی ریاست عمومی سارنولی کنترل و مراقبت این فرد را هنگام گرفتن 30,000 دلار پول به عنوان رشوت بازداشت کرده است. رئیس عمومی سارنولی کنترل و مراقبت خاطر نشان کرد که این فرد در حضور نمایندگان سایر نهادهای دخیل از جمله نماینده وزارت صحت عامه بازداشت شده است. فرد بازداشت شده یکی از اعضای کلیدی گودام مرکزی وزارت صحت عامه است که کمک های طبی جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده زیر نظر او نگهداری می شود. این فرد همچنان متهم است که برخی از تجهیزات طبی را دوباره به شرکت های قراردادی فروخته است. او در تحقیقات ابتدایی به جرم خود اعتراف کرده است. لوی سارنولی می گوید که تحقیقات از این فرد آغاز شده است و سند کافی برای موارد اتهامی او وجود دارد. تشکر از اینکه با ما بودید. تا ویدیوی دیگر بدرود.